خیلی سرد شده و قشنگ از اون حس و حالایی داری که بری زیر پتو فیلم ببینی. یه فیلمی هست To All The Boys، فیلمای تینیجری، چیزیه که به نظر من نیاز آدم سالی یکی دوتا از اونا ببینه و من خیلی دوست دارم این ژانر رو که اینجوری حالا زیر پتو بشین و خود از اینجور فیلمای رومانتیک ببینی. But I do know that love, real love, is choosing each other through all of it. خیلی جدیدم پی ام اس های بدی میگیرم. خیلی حالم بد میشه، افسرده میشم. نمیدونم به خاطر چیه. خب یکیش این که من کم تحرک شدم، یکیش به خاطر قرنطینه هستش، یکیش به خاطر این که اصلا نمیدونم آینده چی قرار بشه. مثلا آنچنان از نظر کرونا و اینا اون چیزی که دست من نیست. I know what most people are thinking. Two kids, 3,000 miles. بعضی دوره ها هست که میگم که maybe I need medication. For 4 years? No way. They'll never make it. به بخش آخر از ویلاگای کنکور جرنی که من معمولا میام براتون اینجا صحبت میکنم. این نمیدونم چرا اصلا اسم این ویدیو این هفته قرار بشه کنکور جرنی، به خاطر اینکه تمام فعالیت هایی که من در جهت کنکور کردم 3 الی 4 ساعت بود. مشکلم یه چیزیه که اسمش PMS. من نمیدونم واقعا چرا توی فرهنگ ما مثلا توی توییتر همیشه بحث راجع به پریود هست. همیشه همه الان مثلا میخوان بگن که اوکی روشن فکرن، یا مثلا میخوان بگن که اوکی دخترها مثلا یه دوران سختی رو میگذرونن، میگن تو پریود میگذرونن. با اینکه پریود فقط مشکلش یکم فیزیکیه و همون مثلا فیزیکلیش یکم رو خلق و خوت هم تاثیر میذاره، ولی مشکل اصلی قبل پریوده که تو هیچ نشانه ای هم نداری ولی داری به قهقرا میری. اکثرا اگر آگاه نباشی که این به خاطر پی ام اس ته، ممکنه که هی خودتو سرزنش بکنی که من چرا اینجوری ام، چرا نمیتونم هیچ کاری بکنم. سو امروز من اومدم که واسه این قضیه تحقیق کنم و قبل اینکه آماده بشم برای ویدیو یه گوگل کردم که why can't I study on my PMS، و فکر کنید این دیگه خیلی کیوردهای خیلی معروفیه و انگلیسی هم سرچ کردم، هیچی راجبش نبود. اکثر یعنی مثلا تو 10 تا ریزالت اول گوگل همه پریود، why can you having trouble studying with your period pain، like no that's not what I mean، that's not what I'm talking about. نه این اصلا نیست، اینه که من نمیتونم تمرکز کنم، نمیتونم هیچ کار بکنم. بعد یکم تحقیق کردن رسیدم به یک فریزی به اسم period brain fog و فهمیدم که من الان دچار اون شدم. میگه که in the days leading up to their periods
توی روزای رسیدن به پریودشون خانوما صحبت کردن که مشکل دارن با تمرکز، مشکل دارن با چیز یاداوری، remembering things and struggling to make a decision. مثلا من خیلی واقعا سختم بود که همین موهامو رنگ کنم، این تصمیم گیری که مثلا چه جوری بکنم یا تو کدوم روز بیام انجامش بدم خیلی سخت بود. مثلا میام پشت میز میشینم، الان من کدومو بخونم نمیتونستم تصمیم بگیرم، یه کوچولو نمیخوام، یه کوچولو نمیخوندم، آخر سر هیچی نمیخوندم، بخاطر اینکه اصلا ببین دوست نداشتم اینجا بشینم. جالب اینجاست که مثلا آدم ممکنه که بگه که خب اوکی عزیزم خسته شدی نمیتونی درس بخونی، الان مثلا استراحتتو بکن، برو فیلمتو ببین یا مثلا برو کارهای دیگه تو انجام بده، ولی کاملا هیچ کاری دوست نداری انجام بدی. هیچ کاری دوست نداری انجام بدی، نه دوست داری کتاب بخونی، نه دوست داری فیلم ببینی، مثلا دوست دارم برم بیرون، بیرون رفتن آدمو خوب میکنه، ولی بارون برف سرد کرونا کنم با توجه به تایتل ویدیو چیزی به غیر از غور قرار نبود اینجا بشنوین که I'm on my PMS. تصمیم گرفتم که یکم بیشتر راجبش بخونم، فقط گفتم قبل اینکه یه چیزی راجبش بخونم بیام باهاتون صحبت کنم، اگه به نتیجه رسیدم میام اینجا بهتون میگم. چون من رفتم یکم راجب این برین فاگ خوندم، اون مقاله‌ای که میخوام راجبش صحبت کنم اینه که حالا لینکشو براتون میذارم که خودتونم بخونین. اون چیزایی که دست من اومد این بودش که اولا چیزی که برین فاگ رو ایجاد میکنه این نوسانات هورمونیه که نزدیک پریود اتفاق میفته. میگه که این مقدارش میتونه تو خانمای مختلف متفاوت باشه، اما خب خیلی ها هستن که راجب این اینکه این قضیه داره اذیتشون میکنه شکایت کردن و واسه همین دانشمندا خیلی دنبالش رفتن که راجعش بخونن. هنوز به عنوان یه دونه عارضه پزشکی ثبت نشده، اما مثلا هنوز دارن راجعش تحقیق میکنن. اون چیزی که میگن که تشدیدش میکنه این علائم رو استرسه. یکی از چیزهای مهمش استرسه، یعنی الان منی که مثلا خب نزدیک کنکورم استرس دارم، یا تویی که مثلا به خاطر کرونا داری سختی میکشی، یا اون یکی که مثلا یه پروژه سنگین تو کارش داره، اون موقع نزدیک پی ام اسش این اختلال، این برین فاگ بیشتر روش تاثیر میذاره و خب خیلی بده. و اینکه دلایل دیگه‌اش میتونه کمبود ویتامین دی و کم خونی و کمبود آهن و اینا باشه که میگه که مثلا حتما برید اون رو چک کنید. حالا من یه سال هستش که آزمایش ندادم، ولی تجربه اینو داشتم که قبلا کمبود اینا باعث شده بود که حالم بد بشه، فکر کنم دوباره برم آزمایش بدم. دیگه گفتش که چی میتونه کمک کنه بهتون که کمتر تاثیر بذاره، کمتر تاثیر قرار بگیرین. یکی اینه که سعی کنید استرس خودتون رو کم کنید، از الکل و کافئین دوری کنین، غذا سالم بخورین، مثلا بیشتر چربیاش کمتر باشه و از اینجور چیزا دیگه، سبزیجات و اینا. حالا من همینا حتی سعی میکنم که انجام بدم، اما خب پیش میاد دیگه، نمیشه، واقعا دست آدم نیست. اگر بخواد پیش بیاد که مثلا غذا ناسالم بخورم، میخورم، به خاطر اینکه به خصوص توی موقع خیلی اشتهام زیاد میشه. بعد اینکه خوب بخوابی، از موقعیت های استرس‌زا خودتو دور کنی و زیادم به خود سخت نگیری. یعنی آخر سر هنوز یه جواب درست حسابی ندادن. حالا مثلا این شکلی که آقا من باید پروژه‌مو تحویل بدم، 100 تا کار رو سرم ریخته، بعد مثلا میگه سخت، سعی کن به خود خیلی سخت نگیری. آخه چطوری؟ نمیدونم. خلاصه این که من خیلی دوست داشتم که اینو حتما یه جایی شیر کنم، چون خیلی باهاش دست و پنجه نرم کردم، به خصوص توی یه سال گذشته. و این که میدونم اطرافم خیلی دیدم که دوستام و اینا
از این قضیه اذیت میشن. گفتم که شاید صحبت کردن راجبش، چون این چیزی که خیلی هم کم صحبت شده دربارش، گفتم شاید صحبت کردن راجبش بتونه به یه سریا کمک کنه. و اینکه مثلا من خودم همین مقاله رو که خوندم فهمیدم که بقیه هم از این آرز رنج ببرن، یکم آمتر شدم، تونستم اون قضیه اینکه کمتر به خودت سخت بگیر رو یکم به مغز خودم بقبولونم و بگم که اوکیه و میگذره. امیدوارم که هر جا هستید شاد و سلامت و موفق باشید. اگه این ویدیو دوست داشتین حتما لایکش کنید، و اگه ویدیوامو دوست دارین از کانالم خوشتون اومده و دوست دارین راجع به این موضوعات بیشتر ویدیو ببینین، حتما سابسکرایب کنید، زنگوله روشن کنید. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی، خدافظ.